سلام امیدوارم حالتون خوب باشه با یک گزارش هفته دیگه یک در خدمتتون هستم بریم سراغ گزارش این هفته گزارش رو لوک نوشته و چیزی که درش بیشتر مبنا قرار گرفته اینه که در ادامه یک بحثی که هفته قبل کردیم و به صورت خلاصه بخوام یادآوری بکنم تو هفته قبل به این, از... به این... به این نتیجه رسیدیم که بازار پتانسیل اینو داره که یک روند سعودی رو ببینه حتی بعد از حالا در حین اصلاح بود وقتی اون ویدیو تهیه شد دلیلش این بود که به نظر می رسید ای که باید ما رو از بازار خرسی بیاره بیرون در بازار دیده شد و ما به حالت یک تعادل رسیده بودیم و یک کمی هم مثبت یعنی نشانهای اول اون موج سعودی رو با اون حرکت بالای سی هزار دلار حالا هر که حرکت کوتاه مدت بود ولی نشون دهنده بود که بازار به نقطه تعادلی خودش رسیده و یک کمی هم از نقطه تعادلیش به سمت مثبت حرکت کرد و حالا یه اصلاح که این جمله رو خیلی شده. اصلاح بخشی از بازاره ولی به معنای واقعی این رفتار رو تو چند روز اخیر دیدیم و این گزارش در ادامه همون دیدگاه میخواد ادامه بده و به یک تحلیل کلی بکنه و نتیجه گیری نهایی برای خود مخاطب هست تو این گزارش اول شروع میکنیم و یک مرور کلی میکنیم بر هفته که گذشت در هفته گذشته البته میگم ویدیو یکی یک دو روز دیرتر تهیه میشه باز میکنم ولی خب حالا فرض کنید اینو دارین یک شنبه صبح میخونین چون این یک شنبه صبح تهیه شده و دو شنبه فکر میکنم منتشر شده تو اون هفته که منتهی بوده به این گزارش و ما عدد 30000 و 500 دلار رو تجربه کردیم و بعدش بازار شروع کرد به اصلاح و قیمت فکر می‌کنم 20000 27200 دلار یا حالا 27 هزار بس که چه صرافی نگاه کنید اینا قیمت میانگین بازار اسپات هست ولی حدودا 27 هزار دلار کف قیمتی تو هفته گذشته بود میگم ممکنه تا زمانی که این ویدیو منتشر میشه قیمت این از پایین هم ببینه ولی تا زمان تهیه این گزارش این مبنای قیمتی با بود 18 تا 19 درصدم بازار اصلاح داشت با این حرکتی که انجام داد که فکر میکنم یکی از بزرگترین اصلاح هفتگیش از ابتدای سال میلادی 2023 بود حالا یه چیز جالبی که بخوایم ببینیم حالا نمودار رنگ رنگی رنگی همیشه جذابه ولی خب واقعا یکی جذابیتش به خاطر مقایسه ای که تو یک تصویر در همه چرخه های قبلی میکنه اگر حدوداً چهار چرخه قبلی البته سال 2011 دوزار، حتی چرخه 2012 تا 2014 واقعا به معنای الان چرخه نبوده یعنی بازاری که همه در موردش شنیده باشن و شروع کنن گمان زنی و من خودم به نظر خودم از 2014 تا 2015 به این ور مفهوم بازار حالا توی بیت کوین حالا استی به نام بیت کوین وارد بازار شد و حالا اون معاملات به اون حجم شروع شد روش انجام شدن ولی حالا یک نگاه کلی بکنیم میایم این خطهای رنگی نشون دهنده حالا رشد قیمتی هست که از کف تا چند برابر قیمت رفته اگه بخوایم این معیار م... 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 سمت چپ هست حالا تا از از روانی بوده توی چرخ قبل ولی خب حالا به صورت نسبی این می این نسبت قیمت تا سقف به روی کمتن قیمت که توی کف دیده شده ما الان اگر فرض برای بذاریم که حدود 15 هزار خورده که توی این چرخه دیدیم کف باشه تا الان این رفتار دیم ولی خب هیچ وقت نمیتونیم بگیم که بله اینجا کف بود و دیگه هیچ وقت قیمت پایین تر ولی به نظر میرسه فرض برای بذاریم بر اساس 5 -6 تا گزارش قبلی اونجا رو کف در نظر بگیم ما این رفتار رو تا کفی که تا الان دیدیم تو این بازار ر... ریکاوری از بازار خرسی یه چنین رشد قیمتی داره میره ولی چیزی که میخواستیم توی نمودار بشه اشاره کنه افت و خیزهایی هست که مثلا ببینید تو چرخه حالا 2004 تا 2015 چند بار ما اصلاح حوزن فکر می کنم 35 26 25 درصدی داشتیم یا مثلا توی چرخه قبل همین چرخه 2019 تا 2022 چند بار ما اصلاح بودن 50 60 درصدی داشتیم واقعا اعداد اعداد بزرگی وقتی که نگاه قیمت ها میکنیم به همین دلیل نتیجه که میخواستیم از نمودار بگیریم اینه که هنوز بازار بیت کوین بازار فرار ولاتایلی هست و توقع رشد قیمتی ممتد داشتن مخصوصا با شرایط الانی که حاکم است بر اقتصاد حالا کلان ام... حالت این تصور این که مخصوصا برای کسایی که قبلا توی بازار بودن که قیمت به صورت کاملا ممتد و بدون هیچ اصلاحی شروع میکنه و به یک آلتایم های جدید میرسه کمی غیر منطقی به نظر میرسه در صورتی که هیچ چیزی غیر ممکن نیست ولی خب حالا اینو در نظر بگیرید که با توجه به چند نمونه قبلی چند چرخه قبلی این اتفاق نیفتاده و اصلاح های نسبتا بالای 20 درصد حالا تو بازار حال بهش میگن یا بازار سنتی یه چیز عجیبی حالا دیگه توی بیت کوین عادت شده برای همه اینم هم باید در نظر بگیریم که ممکن این چرخه هم شب، احتمالی که این چرخه شبیه شب، چرخه قبل باشه و اصلاحات شدیدی توش ببینیم کم نیست نکته جالبی که اتفاق بیفته و یکی از نشونهای بازار خرسی بوده تا به امروز و به نظر من در آینده این یک کمی فرق میکنه شاید دوباره این تکرار نشه و اینه که توی بازارهای خرسی اون نقاطی که فشار حد اکثری داره به بازار وارد میشه حالا به سرمایه گذاران داره وارد میشه از این این اتفاقی که شاهدش هستیم اینه که میزان و تعداد بیت کوین که در ضرر هستن خط حالا اون قرمز رنگ و حالا آبی رنگ میشه اون بیت کوین هایی که در سود هستن پیشه میگیره توی بازار خرسی این بیت کوین در ضرر و اینو توی تمام چرخ های قبلی ما یک دوره اینو دیدیم که میزان بیت در ضرر از بیت در سود تعدادشون بیشتر میشه حالا هر موقت یا فاصله زمانی کوتاه ولی اتفاق افتاده و خیلی جالب بود توی ریزش بعد از FTX این فرا... این فرایند اتفاق چون من خودم داشتم دیگه اتفاق نیفته میگفتم که این چون بیت کوین های ساتوشی داره بیت کوین های در جزی جدا جدای ناپذیر از بیت کوین های درسود میشه امکان نداره به این سادگی تعداد بیت کوین های در سود کمتر از بیت کوین در ضرر باشه ولی خب به لطف FTX این اتفاق افتاد و هر چقدر کوتاه مدت بازار به با اون نقطه اوج فشار خوش که تعداد بیت کوین های در ضرر از تعداد بیت کوین در سود تعدادشون بیشتر شد اگه بیم نسبت این دوتا رو در نظر بگیریم در واقع اینجا جایی میشه که نسبت این عدد یعنی تعداد بیت کوین های در سود به بیت کوین های در ضرر عدد کمتر از یک میشه دیگه چون که این کوچکتر از اینه صورت از مخرج کوچکتر میشه دوره رو بیم اندازه بگیریم چرخه قبل از 37 روز یا حالا 36 روز تو چرخه حاضر داشتیم تا 250 روز یعنی واقعا 2004 2015 کس طولانی ترین بازارهای حالا سایدوی حالا چه بگیم بازار رنجی خودش تجربه کرد و تو اون رنج مدت زمان طولانی تعداد بیت کوین های در ضرر از تعداد بیت در سود بیشتر بودن که تو ویدیوی قبلی بهش اشاره کردیم اون کیک یا اون رشد افزایش قیمتی بعد از این بازه رنج بازه که بازار داره کفسازی میکنه داره تست میکنه حالا البته این جمله رو من میگم نمیخوام فرض بری بذاریم که یک موجودیتی هست به نام بازار که از بیرون قصد تحمیل یک رفتار یا یک شعر به افراد داره نه منظورم از رفتار جمعی بازار رفتار تمام بازگر روی همدیگه یک تاثیر داره یک خروجی داره اثری داره بر روی تک تک افراد در بازار وقتی که برایند رفتار حالا اون اقتصاد که شکل میگیره از رفتار تک تک بازیگران اینجور نشون میده که داره تست میشه میزان تحمل افراد تو این بازه رنج بعضی که یک مدت طولانی حالا این مدت بستگی به شیر نقدینگی یا میزان پولی داره که وارد بازار میشه کی وارد بشه چقدر اینها اینا کاملا تابش ف... فاکتورا و عوامل خارج از بازاره ولی وقتی که ما از این بازه رنج از این بازه که مدت زمان طولانی قیمت جهت خاصی نداشته و اصطلاحا سایدوی بوده مارکت از این خارج میشیم ما میبینیم یک رشد زیادی در تعداد بیت کوین در سود هست چرا چون تو اون بازه که بازارش رنج انجام میده خیلی از افرادی که بیت کوینشون در ضرر بوده در قیمت جدید که این قیمت ها هست شروع میکنن به فروختن بیت کوینشون و همیشه هر فروشنده یک خریدار داره و اون خریدار جدید توی مدت طولانی که این بیت کوین توی بازار کف نگه داره میانگین قیمتی جیب اون بیت کوینی که داره جابجا میشه و در قیمت جدید به جیب این افراد خریدار به جیب جدید منتقل میشن میانگین قیمتی همین قیمت میشه که بازار داشته توش رنج میزده درسته به محض که قیمت یک مقدار رشد بده کنه اون حجم زیاد از بیت کوین که اینجا دست به دست شده وارد سود میشن و ما یک رشد شدیدی داخل این معیار میبینیم اون رشد شدید ما دیدیم وقت مخصوصاً تو اون لگ سعودی که از 15 هزار به سمت 20 خورده هزار دلار داشتیم و عددا رو نگاه کنیم حدوداً بین دو میلیون تا حدودا 7 میلیون هم تو رشد قیمتی به اون خروج از بازار خرسی اون رشد قیمت داشتیم تا حدود 7 میلیون هم توی بازار 2018 تا که یکی از رشدهای شارپی بود در نمونه خود در نمونه خودش یکی از شارپ ترین و تیز ترین حرکت های روند سودی بود حدود تا حدود 7 میلیون نزدیک به 7 میلیون بیت کوین وارد سود شدن به اون رشد قیمتی تا به حال تو چرخ الان چیز روزی بین 4 حدود 5 میلیون امروز با این نمودار نگاه کنیم وارد سود شدن که اه میگم اه یه کمی بیشتر دا دا فکر کنم امروز اینو چک کنیم عدد بیشتر چند روز گذشته ولی انگار یک اتفاق بین چرخه 2018 2019 و 2014 و 2015 داره میفته از لحاظ شیب رشد قیمتی پس اون کیک یا اون جاپ یا اون رشد شدید تعداد بیت کوین های در سود رو که مثل که حالت فنر باز شده هست رو تو چرخه اخیر دیدیم که این نشانه یک از نشانهایی بود که تو که چرخ... در گزارش هفتگی گذشته بهش اشاره شد که این نشانه یکی ای یکی ای از نشانه های خروج بازار خرسی است حداقل به در میان مدت توی این نمودار که فکر کنم توی تلگرام هم بهش اشاره کردیم اولین نقطه یا اولین قیمتی که انتظار میره بازار در اون تجربه کنه یک فشار فروش نسبی رو حالا اینکه چین نقدینگی اینقدر هست که این فشار فروش رو تحمل کنه و از اون گذر کنه یا نه این قابل پیش نیست ولی انتظار میره در اون قیمت بازار یک فشار فروش رو در خودش ببینه یا در حدود اون قیمت فشار فروش ببینه میانگین جیب افراد فعال در بازار چون میکنه ما یه سری افراد داریم که بیشتر هولر هستن و مدت طولانی بیت کوینشون رو نگه میدارن یه سری افراد هم هستن که معامله میکنن اون فرکانسی اون تعداد معاملاتی که در یک بازه کوتاه انجام میدن از عدد یک بیشتره حالا در بعضی ممکنه روزانه باشه بعضی ممکنه ولی مبنا اینجا ما ماهانه است یعنی در بعد ماهانه در تایم فریم ماهانه معاملات بیشتر از یک معامله دارن میانگین جیب اون رو نگاه کنیم که خط نارنجی رنگه و با میانگین جیب کل بازار یعنی هم معامله گرها هم هولدرها با اونا مقایسه کنیم گذر از این چند بارها توی گزارش های هفتگی ما از این نمودار استفاده کردیم بازار خروج از این رنج در واقع اون وارد اون فاز اوجگیری شدید میان چرخه‌ای یا سعود به سمت, به سمت بازار گاوی هست اگرم دقت کنین توی گزارش های قبلی چند بار این سه تا بازار رو ما بهش اشاره کردیم زیر قیمت میانگین جیب بازار فشار حداکثری روی بازار است حالا دیپر مارکت در اسم میبریم زمانی که بازار داره بین میانگین جیب کل بازار و میانگین جیب افراد فعال در بازار یعنی به با عنوان معامله گر اسمشون رو بذاریم یعنی ورود خروج ممتد دارن اسمشون میذاریم بازه گذار یا ترانزیشن فیز و عبور از این خط یعنی از جیب یعنی وقتی که قیمت بالاتر از میانگین جیب معامله گرها به صورت معنادار توی مدت طولانی قرار میگیره بازار در واقع در همون بول مارکت هست یعنی بازار با اینکه تریدرها دارن وارد خارج میشن و میانگین جیبشون یک عدد تقریبا ثابتی میشه تو طول چرخه این قیمت از اون روش باید میکنه و تو اون فاز آخر بازار این قیمت هر دوتا میانگین جیب همه افراد به تابع قیمت دیگه چون قیمت جدید داره بیت کوین ها معامله میشه این رشد شهیدی میکنه ولی چیزی که میخواستیم بهش اشاره کنیم اینه که توی رشد اخیر میگم این قیمت ها همه داره میانگین گیری میشه داخل این نمودار ولی ما به حدود میانگین جیب افراد فعال در بازار که رسیدیم بازار اون فشار فروش خودش رو تجربه کرد یه کمی زودتر از اون آمد چون این خطا و نمودارها به این معنا نیست که حتما بهش میرسیم ولی نزدیک شدن بهش رو میتونیم به صورت صد درصد بگیم به معنای تجربه احتمال تجربه فشار فروش رو بالا میبره و میبینیم که به نزدیکی اون میانگینی که رسید فشار فروش زیاد شد در بازار وقتی بریم این فشار فروش رو بشکنیم به والد دسته های از سرمایه گذارها بر اساس سایز داراییشون یعنی بیایم ما میتونیم سرمایه گذارها رو از دیدهای مختلف تقسیم بندی کنیم یکی از معروف ترین، حالا شناخته شده ترین روش تقسیم بندی این سرمایه گذارها تقسیم بندیشون بر اساس اندازه جیبشونه که توی نمودار اگر دقت کنید افرادی که زیر یک بیت کوین دارن رفتارشون رو نگاه کنیم یک تا ده ده تا صد حالا اسمای جالبی هم روش میذارن نهنگ و میگو و ماهی ولی شما عدد ریاضی شو در ذهن داشته باشین این سرمایه گذارها رفتارشون در طول زمان بر اساس میزان داراییشون تقسیم شده و یک رنگ بین رنگ قرمز و رنگ آبی به اون برای اون در نظر گرفته شده رنگ آبی به معنای اینه که در نسبت به سی روز گذشته است یعنی تو هر روزی این این خطهای ریز اگر زوم کنیم میبینیم تو در هر روز ما میزان خرید افراد رو اگر نسبت به سیروز روز گذشته خرید شدیدی داشته باشن رنگ آبی رو میبینیم اگر فروش شدیدی نسبت به سی روز گذشته خودشون داشته باشن رنگ قرمز میبینیم اگر دقت کنیم تو اون ریزش FTX تقریبا تمام کلاس های دارایی در, در مقایسه با خودشون رشد شدیدی در میزان خریدشون دیده شده حالا که ممکن بپرسه پس چه, چه کلاس داره داشته فروش انجام میده دقت کنون خرید فروش رو داره داخل صرافی انجام میشه قیمت داخل صرافی داره بسته میشه حالا اصطلاحا این خرید یا این جذب کجا داره انجام میشه این خارج از ما داریم رفتار بازگران خارج از صرافی رو در نظر میگیریم یک سری افراد در صرافی و فروختن و وقتی از صرافی خارج میکردن این بیت کوین وارد چه, سا... چه والد دست والد های شده به نظر میرسه تمام کلاس های فعال کلاس های از نظر اندازه کلاس های سرمایه گذارها تو اون ریزش شروع به خرید کردن خرید شدید که توقع میره دیگه وقتی قیمت ریزش شدید کرد خیلی ها اینو یک شانس میدونن برای ورود به بازار در رشد قیمتی به بالای اون میانگین خط آبی رنگ اینجا اگه بریم دقت کنیم میبینیم که با عبور از میانگین جیب کل بازار فشار فروش تقریبا مخصوصا داخل کلاس دارایی کوچکتر شدید شد که طبیعی هم است بازار از مدت زیادی تو فاز خرسی بوده افراد زیادی خرید کردن و به نظر میرسه با رشد قیمتی شدید خیلی ها بخوان این سود معاملاتی خودشون رو از بازار خارج کنن فشار فروش دیدیم ولی تو مدت زیادی این تحمل کردین قیمت یعنی نقدینگی به اون میزان بود که این فشار فروش رو تحمل یک اصلاح کوتاه داشتیم دوباره فکر میکنم بودن بیس بیس از 20 20 هزار تا 25,000 هزار دلار بیشتر طبقات مخصوصا طبقات میانی حالا اون نه فکر میکنم بهشون میگن فیش و شارک اونا شروع کردن خرید کردن بقیه طبقات بازار نوترال بودن یعنی نه خرید نه فروش و اون دار خورد گذاره که اونا هم خرید داشتن ولی فشار خریدن اونقدر بود که در مقابل فشار دارندگان بسیار بود بالا ده هزار بیت کوین این تحمل کرد و ما یه رشد قیمتی دوباره داشتیم این اتفاقی چند روز اخیر افتاد فشار فروش رو اگر دقت کنه بیشتر از طبقات یعنی دقیقا داره برعکس این اتفاق میفته فشار فروش رو از طبقات پایینتر و میانی داشتیم و طبقات بالاتر شروع به خرید کردن تو اسلامی یعنی میبینیم به نظر میرسه این رفتار در ریزش بخر و در سود بفروش رو بازم در نهایت از طرف تو بازارهای بعد از بازار خرسی بیشتر در از افراد با دارایی بیشتر میبینه به نظر میسه هنوز میتونیم چون در آینده ممکن این عوض بشه این میگیم که دارایی بیشتر به معنای اسمارت مانی بودن هست ولی ممکنه در آینده این پترن عوض بشه اسمارت مانی هم منظور ما اینه که پولی که حالا تعبیری که من بیشتر مد نظر ممکنم بریم تحقیق کنیم اینم اشتباه باشه ولی بیشتر اسمارت اسمانی که ورود و خروجش وقتی که به گذشته نگاه میکنیم تصمیم به مراتب درستی رو میگرفتن یعنی اون پول زمانی وارد میشده که زمان مناسبی بوده رفتار اونا رو ما بهش میگیم رفتار اسمارت مانی اگر نگاه کنیم میبینی که در این اسمارت مانی بودن یک قرابت معنایی با سایز داراییات داره ولی میگم در آینده ممکنه عوض بشه پس این ریزش اخیر فشار فروش رو از طبقات تر حالا خورده سرمایه گذارها درش دیده شده و این نمودار باید هر روز چک بشه میگم چند روز از این نمودار گذشته ولی میخواستم صرفا بهتون بگم که این, این فروشنده و خریدار بودن داره چون که تو بازار خرسی معمولا رفتار همه شبیه هم میشه چون کسایی که فعال میمونن توی بازار فارغ از اینکه سایز داراییشون چقدره توی کف بازار خرسی یا همه خریدارن یا در خروج از بازار خرسی فروشنده میشن ولی بعد از اون از بازار خرسی تو پیش تا فاز پیش از گاوی حالا اگه اسمشو بذاریم و فاز گاوی این رفتاره شروع میکنه باینری شدن یک یک دست یک دستهای شروع میکنه فروختن در بعضی باز از بازار های بالاتر میخرن و این خیلی جالبه چیزی که انتظار میره در تو این داده ها هنوز نمودش رو میتونیم ببینیم بریم سراغ سوددهی بازار بگیم خب اوکی اینایی که در رشد قیمتی و ریزش قیمتی خرید و فروش داشتن میزان سوددهی حالا اندازه و شدت سوددهی براشون چقدر بوده نمودار سوپار یا اس او پی آر اسپنالپوت ریشیو رو خیلی میبینید در داده آنچه و واقعا پرکاربرد توی تشخیص اینکه اصلاح کجاست الان اصلاح تموم شده یا نه تو داخل های سعودی یا توی های نزولی هر کدوم چیز خودشو داره یعنی اون راهنمای خودش داره در هر شرایطی باید یک جور خاص به این نمودار نگاه کنیم ولی حالا با توجه به شرایط حال اگه دقت کنیم اعداد بالا یک نشون دهنده اینه که بازار به صورت کلی داشته سوددهی رو تجربه میکرده در رژیمی از سوددهی بوده میبینیم که در اون بازه پسا افته یا اون کفسازیه اکثرا بازار از این میزان سودش، از کوچکتر از یک نشون یعنی کسایی که دا افراد داشتن ضرر میکردن تعدادشون بیشتر از افرادی بوده که داشتن سود میکردن که طبیعی بوده بازار بازار خرسی بوده بعد از اون رشد به بالای میانگین جیب بازار اون خط آبی رنگ که اون بالا در مورد صحبت کردیم میام که اینجا رو دارم میگم این سوددهی به بازار برگشته خیلی طبیعی هم است قیمت بالای میانگین به افراد رفته و شروع میکنن در سود خارج شدن و میبینیم در بازارهای گاوی این نقطه اتمام اصلاح رو کجا میشه تشخیص داد چجور میشه با این نمودار تشخیص داد تو تایم فرم های کوتاه یعنی ساعتی اگر به این نمودار نگاه کنیم یا میانگین چهار ساعته یعنی اعضای کوچکتر از روزانه تایم فریم های کوچکتر از روزانه دقت کنیم یک جای بازار یک ضرر شدید تو یک تایم فریم کوتاه انجام میده و این اونجا جایی هست که اصطلاحا اون واکنش بازار واکنش روانی بازار نسبت به این رشد قیمتی خودشونشون نشون داده میگن سلر اگزاشن فروشنده تمام فشار فروش خودشو وارد کرد البته این به این معنی نیست که اگر یک چنین تیکی رو دیدیم حتما قیمت برمیگره ولی شانس و احتمال اتمام ریزش قیمت بعضا یک رفتار هیجانی بازار و تحمیل ضرر به بازار شانسش بالاتر میره یعنی به عنوان یک تریدر یا به عنوان کسی که میخواد با این معیارها تصمیم گیری بهتری انجام بده دیدن یک چنین زر تحمیل ضرر یا عدد کوچکتر از یک کلا توی بازار گاوی دیدن این ریزش قیمت این سهم زیادی از ضرر در یک بازه کوتاه قیمتی میتونه به ما کمک کنه که یک تیک بذاریم کنار این جواب این سال که آیا اصلاح تموم شده یک از نشونهایی که میتونه شروع شروع این باشه که بله اصلاح تموم شده همین تحمیل ضرر زیاد و شدید توی یک بازه کوتاه به بازار هست البته میگم توی دو روز اخیر من اینو بررسی نکردم باید برم بررسی کنم احتمال داره که ببینم میتونم داریمش می این نمودار رو که بررسی کنیم تا این لود میشه حالا اوکی حالا اینو بعدا توی تلگرام میذارم ولی این رشد قیمتی رو ما میتونیم بیام نگاه کنیم که در ریزش قیمتی اعداد به اعداد تر رسیده یا نه بریم سراغ نمودار بعدی نمودار بعدی که بهش نگاه میکنیم نموداری هست که همین سوپار رو، یا همین میزان سوددهی رو برای افراد با دید کوتاه یعنی میاد اون نمودار بالاتر میاد کل بازار در نظر میگیره ولی این معیار دوم میاد این رو برای افراد با دید کوتاه‌مدت یعنی همون تقریبا همون معاملگران فعال کسایی که در بازه کوتاه‌تر از ماه حداقل یک بار دست به سرمایه‌شون می‌زنن اسم اینا رو افراد با دید کوتاه‌مدت می‌ذاریم اونو وقتی اونا رو نگاه کنیم ما یک دید بهتری از سوپار میگیریم چرا چون به حال رفتار افراد در با دید کوتاه‌مدت هست که روند قیمتی رو در کوتاه مدت شکل میده. اگه دقت کنیم در چند تا موج سودی اخیر در اوج اون رشد قیمتی اون پیک میزان سوددهی رو میبینیم برای افراد با دید کوتاه مدت از بالا یک و در ریزش ها این تیک یا اون تحمیل ضرر به این بازیگران با که مدت رو میبینیم و میبینیم که تو ریزش اخیر این اتفاق افتاد برای این بازیگرا و کاملا این ریزش اتفاق افتاد و این تحمیل ضرر به این بازگرا انجام شد این یکی از نمودارهایی هست که واقعا به نظر من میتونم میگم جزو سه تا یا چهار تا نمودار آنچین است که شاید شاید که حتما بستی به این داره که چجورش استفاده بکنیم برای افرادی که قصد ترید دارن با این داده ها به نظر میرسه که این یکی از شاید یکی از پنج تا نموداری باشه که اگر من میخواستم ترید کنم بهش رجوع کنم به صورت ساعتی یعنی واقعا به من کمک میکنه که تو تصمیمات اون اون تایم فریم که دارم معامله میکنم به این نگاه کنم اگر به این نگاه کنیم میبینیم که تو این ریزش اخیر ما این عدد این میار بعد از زیر یک رسید اگر دقت کنیم و این نشون دهنده اینی که بازار ضرر خودش رو یعنی اون شوکی که باید بهش وارد میشد وارد شد حالا اینکه تیک چقدر باشه چقدر این تیک میزان شدت ضرر تحمیل ضرر چقدر باشه بستگی به شرایط بازار داره ولی به صورت کیفی بخوایم یک جواب بدیم اینه که بله دیدن اعداد اعداد ز... زیر یک وقتی که این معیار زیر یک میاد اون واکنش بازار به شکل تحمیل ضرر به خودش رو ما دیدیم این یکی از شرایط خروج از اون اصلاح هست حالا باید معیار دیگه هم دیده بشه ولی این رو ما توی ریزش اخیر دیدیم و به نظر می که اینجا میتونستیم شانس برگشت روند قیمتی رو صرفا با توجه به این معیار بالا بدونی. بدونیم بدونیم میشه داره بازار برمیگرده ولی اگر اگه بخوایم روند کلی بازار رو ببینیم اینجا دقت کنیم گفتم این برای افراد با دید کوتاه مدت شورت ترم سوپار هست میدونیم بیام رجوع کنیم به همین معیار برای افراد با دید بلند مدت برای این نمودار اگه دقت کنیم دقیقا شبیه همون نموداره که جای ما رو توی چرخه نشون میده این خروجی که این نمودار بیشتر شبیه ابزاری هست که مکان ما رو در چرخه بیشتر بولد میکنه و هایلایت میکنه اگه دقت کنید توی چرخه اخیر شبیه چرخه قبل دارندگان بلند مدت توی یک مدت طولانی بعد از حالا که بازار به با اون کف سایکل رسیده من این کلمه رو خیلی به کار میبرم منظورم جایی که قیمت مدت بیشتر اون بازار گاوی به بازار خرسی و بالای اون میگذرونه مثلا حدود 6000 دلار چرخه قبل بوده فکر میکنم حالا اون این معیار رو باید این نمودار رو باید داشته باشم که ببینم در 2015 2014 چقدر بوده ولی تو چرخه بودن سی هزار دلار بوده وقتی به اون کف سایکل یا اون بیسلاین سایکل قیمت به پایینش ریزش میکنه دارندگان بلند مدت هم زردهیشون شروع میشه حالا به صورت میانگین نه که هیچ کس در سخت ضرر نکنه ولی به صورت میانگین دارندگان با دید بلند مدت بالای شش ماه یا همون هولر اگر اسم بهتری بهش بخوایم انتخاب کنیم شروع میکنن کردن و وقتی بازار دیگه فشار نهایی خود رو تحمل کرد به سرمایه گذارا یعنی رف... برایند رفتار افراد طور شد که ذره رو ما داریم به بیشتری میزان ممکن میبینیم این روند به یک تعادلی میرسه و شروع میکنه سودی شدن با به لطف قیمت یعنی قیمت شروع میکنه رشد کردن شیر نقدینگی حالا میزان نقدینگی در بازار به حد ورود نقدینگی یا اون کپیتال یا سرمایه به حدی هست که فشار و فروش افراد و تحمل میکنه و بازار شروع میکنه رشد کردن و این معیار هم شروع میکنه همراه با قیمت رشد کردن و با به فکر میکنم توی گزارش هفته قبلم بهش اشاره شدی یا اگر نشده اینو تاکید کنم که یکی از نشانه دیگه است که به نظر بازار به اون نقطه تعادلی خودش رسید و یک کمی هم از تعادل به سمت مثبت حرکت کرد وقتی به بالای سی هزار دلار رسید این به این است که 100 درصد ما قرار شبیه چرخ قبل حتما چون میگم این این که سود ده باشه بازار برای افراد بلند مدت مسلما وقتی قیمت میره بالا این هم کسی که دارن معامله میکنن سودهیشون افزایش پیدا میکنه ولی میتونیم تکانه رو ببینیم یعنی هدف اصلی این معیار اینه که به شما نشون بده این تکانه ایجاد شده نقدینگی اونقدر بوده که فشار فروش اینا رو تحمل کنه و الان سوده هم بشنی بازگران با دیده بلند مدت در تکمیل اینکه بازار سود است و داره پول جدید وارد میشه ما میتونیم نگاه کنیم ببینیم میزان سوددهی میزان سودی که داره در بازار تولید میشه افرادی که دارن معامله میکنن و سود برداشت میکنن سهم این او... میزان حجم این افراد که چقدر دارن سود خارج میکنن شبیه این رشد با قیمت چیزی که تو که در سال 2019 2018 دیدیم دقیقاً همین رشد مدلی از کف بازار FTX قیمت داره رشد میکنه و این میزان سودی که دارن خارج میکنن بازیگران یک روند سودی داره و فکر میکنم توی قیمت 30 دلار به حدود 199 190 میلیون دلار پر, پر،, دی رسید که باید بریم ببینیم که این رشد قیمتی و این ریزش ببخشید این ریزش قیمتی اخیر این رو به چه عدد پایین رسوند ولی مهم نکته مهمی که بیشتر بشه اشاره کرد این روند آروم و آهسته میزان سودی است که از بازار خارج شده اگر به اعداد اون دوران حالا تاپ اول بازار نگاه کنه حالا تاپ دوم دو اعداد اعداد دیوانواری میزان سودی که افراد با جابجا کردن بیت کوینشون داشتن استقراض میکردن خارج میکردن از بازار چیزی که ما اینجا بیشتر بهش بیش اشاره کنیم که اون از حالت تقریبا نزدیک به اعداد نزدیک به سال صفر مطلق نه ولی که ظاهرا به اعداد کمینه خودش رسیده به بازار داریم روند سعودی رو میبینیم از اون طرف میزان تحمیل ضرر در بازار داره کاهش پیدا میکنه یعنی همینجور که سود داره زیاد میشه مسلما یک مفهوم باینری دیگه در مقابلش داره میزان ضرری که بازار داره تجربه میکنه کم میشه اگه دقت کنین ضررهایی که بازار در دوره حالا اون ریزش لونا یا اف دید یا اون خبر حالا چاینا فاد بهش میگن حالا هر چیزی اتفاق افتاد تو, تو اون دوره ها اعداد اعداد به شدت اعداد بزرگی بودن تو چند بیلیون دلار فقط هم بازار اسپات ما داریم در نظر میگیریم بازار فیوچرز در این نمودارا اه 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 چیز نشدن محاسبه نشدن اون حجمی که داره ضرر تحمیل میشه تو بازار فیوچرز ولی همون اسپات رو نگاه کنیم اعداد اعداد بزرگی بوده و میبینیم که این روند نزولی یعنی ما بیسلاین رو ببینیم اون حالا اون پیک ها یا اون رو واکنش با روانی بازار در نظر نگیریم این کاهش میزان ضرردهی بازار هم یکی از نشانه های اینه که داره پول جدید وارد بازار میشه دیگه این دو تا نمودار در واقع تاییدی هست بر تمام نمودارهای قبلی و این که این روند نزولی دید اتفاق افتاد ولی باید بریم ببینیم تو این دو روز اخیر که یک اصلاح داشتیم و حالا به قیمت فکر کنم الان 28000 دلار برگشت بازار ببینیم تو این میانگین بلند مدتی چه تاثیر گذاشته ولی میگم هدف ازشون نمودار این نزول میزان ضرردهی بازار هست پس تا اینجا تایید کردیم که اون تکانه وجود داشته میزان ضرردهی داره کاهش پیدا میکنه میزان سوددهی داره افزایش پیدا میکنه نمودار سوددهی افراد بلند مدت نشون میده که بازار به نقطه تعادلی خودش رسیده یعنی به جای رسیده که به نظر میرسه پتانسیلی داره که یک رشد قیمتی حالا هر ممکنه مثل 2019 بسیار کوتاه ولی شدید باشه ممکنه هم نه مثل 2000 چهار رفت مدت و طولانی باشه اینا همش بستگی به عوامل خارج از بازار داره و دیدیم که تو اون اصلاح ها یا واکنش روانی ها دیده شده بر از دید تریدرهای کوتاه مدت و بررسی کردیم که فروشند و خریدار از نظر سایز والت هاشون تقریبا به این دید بوده که دارندگان بزرگ بیشتر خریدار بودن تو ریزش اخیر و دارندگان حالا ریستر یک فشار فروشی رو به بازار وارد کردن و اگر بخوایم به آخر نموداری که تو این چیز هست یک رجوع دیگه بکنیم اینه که برایند رفتار بازیگرا رو که حالا خریدار و فروشنده هستن یا هر چیزی برایندشون روی پول در بازار اگه بخوایم بسنجیم که در نهایت به حال سری فروشنده بودن یه سری خریدار بودن یه سری ضرر تحمیل شده بهشون یه سری سود وارد شده ولی برایند همه اینا رو بخوایم نگاه کنیم ما میتونیم نگاه نمودار ریلایز پرایس کنیم یعنی میانگین جیب بازار نگاه کنیم ولی این یک نمونه خاصشه اگر کلمه انتیتی ادجاستمنت رو توی جای مختلف آنچین میبینیم در واقع میاد اگر شما 5 تا دا والد داشته باشین توی بیشتر نمودارهای آنچین 5 تا والد شما رو معمولا در نظر میگیرن 5 -6 نفر متفاوت ولی انتیتی ادجاستمنت با بررسی رفتارهای شما میاد با یک تقریب خوبی تشخیص میده که اون 5 تا والد صاحب و تصمیم گیرشون یک نفره بعد اون پنشیشت والد رو روی هم میریزه و به اون واکنشی که هر کم از ها ممکنه به قیمت نشون بدن همشون رو از طرف یک نفر از دید یک نفر در نظر میگیره اگر با اون دید با اون لنز به دادا دا نگاه کنیم و میانگین جیب افراد نگاه کنیم به نظر میرسه که تو میانگین جیب افراد تا اون حدود قیمت هزار دلار که تقریبا 25 دلار که حالت ساید ویز یا حالا تعادلی در بر بر وارد بر تجربه کردیم بود که بعضی مثل میزان ضرر سودها با هم برابر شده بود ولی توی رشد قیمتی به بالای سی هزار دلار این یک نمودار سودی پیدا کرد یعنی چی یعنی میانگین جیب افراد افراد وقتی بیت کوینی که خریدن رو میانگینش رو بهم در نظر بگیریم شروع میکنه رشد بده کردن که طبیعی دیگه قیمت افزایش بده میکنه یه سری بیت کوین ها در اون قیمت هایی که افزایش یافته جابجا میشن و میانگین جیب بازار افزایش پیدا میکنه مسلما ولی چیزی که اینجا میخوایم بهش اشاره کنیم شیب حرکت اینه هر چقدر شدیدتر باشه شیب این حرکت یعنی چی یعنی افراد دارن بیشتر به این رشد قیمتی واکنش نشون میدن این چیزی که تا الان به ما نشون میده اینه که بعد تا اون ریزش بعد از FTX ما یک روند نزولی داشتیم یعنی به صورت ممتد افراد داشتن تو قیمت پایین تر از قیمت که خریده بودن بیت جا رو جابجا میکردن و هی میانگین جیب افراد داشت کاهش پیدا میکرده در رشد قیمتی اخیر به بالای حدود 21000 دلار تا 25000 دلار تعادل به وجود اومد یعنی همون نقطه تعادلی که اشاره کردم دیده شد اینجا توی این نمودار و بعد از اون این زومرد شدهش است بعد از اون ما یک کمی از تعادل هم به سمت مثبت حرکت کردیم با حرکت به قیمت بالای 30000 دلار که اینجا داریم میبینیمش. سوددهی در بازار از ضرردهی پیشه گرفته برایند تمام چیزایی که تو این گزارش گفتیم شبیه گزارش قبله به نظر میرسه پتانسیل اینکه ما از نقطه تعادلی به سمت مثبت یک چیز داشته باشیم یک رشد قیمت داشته باشیم با توجه به این داده ها حالا حداقل تا چند روز قبل این داده ها تا میگم دو روز و سه روز قبل الان دیرتر داره ویدیو تهیه میشه این پتانسیل دیده شده حالا این پتانسیل کل به کی بلفل میشه کاملا تابع بازم میگم میزان نقدینگی است که وارد بازار میشه حالا ببینیم در چند روز آینده آیا این پتانسیل بلفل میشه یا نه یک فاکتور بسیار منفی این اصطلاحا میتونیم بگیم پولو میترسونه یا حالا پول میزان نقدینگی وارد بازار میشه و نرخش پایین بیاره و با وجود این پتانسیل قیمت رشد خاصی نکنه و حتی ممکنه تحت تاثیر خبر بعد ریزش هم داشته باشه ولی فارغ از اون احتمالات که حالا اتفاقایی که ممکنه بیفته به نظر میرسه که این پتانسیل هنوز تو بازار وجود داره و رشد قیمتی اخیر که با اسلام مواجه شد یک جزی از روند بازار سعودی هست حالا باید ببینیم که آیا این تحلیل میگم بیشتر ما اینجا پیش بینی وجود نداره اینجا میگه که پتانسیل وجود داره شرط به نظر مثل نقطه تعادلی برو به مثبته حالا بسته به اینکه شما اگر احتمال اینو میدید که بله این ادامه ورود نقدینگی در کوتاه مدت یا میان مدت این ادامه پیدا میکنه این نقدینگی بله پتانسیل وجود و بلفل خواهد شد ولی اگر احساس میکنی نه خبرها اینقدر منفیه که با وجود این پتانسیل باز هم امکان این وجود نداره که رشد قیمت داشته باشه اونی که تصمیم با خود کسی است که این گزارش رو داره میبینه و صرفا ما اینجا خواستیم این داده ها رو و روش استفادهش رو به مخاطب نشون بدیم امیدوارم که این گزارش به کارتون بیاد و در تصمیم گیری بهتر بهتون کمک کنه سالم و سربلند باشید و موفق